قرار است تا لحظات بعد در ایجا یک نمایش ساینسی برگزار شود و در ایجا دختران این سرزمین خواهرای ما و شما امروز پروژه های ساینسی خود را به نمایش می گذارند. سطح آشغال اوتوماتیک می باشه که در محیط اگه ما این استفاده کنیم مردم باعث میشه که اونا انترستیک شود، یعنی برایشان جالب شود که از این استفاده کنند و باعث میشه که کمتر آشغال سر زمین بندازه و بعد از یک مدتی به اونا مثل عادت میشه و عادت هم نمیشه به آسانی از بین برد و این باعث میشه زمین سازی است که یک محیط بهتر داشته باشیم. اولتراسونیک مدل آن سو آردیونا کامپتیبل و همچنین یک LED داره که در اونجا استفاده میشه و بعد از شوی جانبی است که نیاز به نام بردن نیست و مهمترین چیزش باتری میباشه که از اونجا استفاده میشه. وقتی که آب وارد از این فرا میشه پره را میچرخانه و باعث میشه دینامو بچرخه و برق تولید شه. چقدر وقت زمان گرفت که شما می دستگاه را ساختین یا این مفکر در ذهنتان آمد؟ وقت زیاد را گفت قسم که میبینین تمامش نظری خودمون بود، از روی کدام چیز دگام نگرفتیم، فقط ای را گرفتیم که باید دینامو بچرخه و گروپ چالان کنن. جامعه خوب دختران خوب را تربیه می کند و دختران خوب جامعه خوب را، به نام آن که دختر را برکت آفرید. سلام، وقت تمام بخیر، امیدوار هستم خوب و سرحال باشید. دین محمد سالار هستم. حتما میگید که چرا امروز در مورد دختر خانم ها که حرفای خوب میزنید. قرار است تا لحظات بعد در ایجا یک نمایش ساینسی برگزار شود و در ایجا دختران این سرزمین خواهرای ما و شما امروز پروژه های ساینسی خود را به نمایش میگذارند. با وجودی که مشکل و چالش های زیاده دارند ولی انوز هم هر روز سبز می شوند، خط می کشند، بلند می شوند، حرکت می کنند تا ای که درس و تعلیم فرا بگیرند و ما باید دخترها را دست کم نگیریم. شما خود شاید هستین که چند روز قبل یک خواهر ایراتی هم به نام ستوده در جمع 20 زن تاثیرگذار قرار گرفته بود. پس به پاس احترام و پشتیبانی از خواهرای ما گزارش امروز ما را تا ختم امرایی بکنید و آل ما میریم داخل مکتب و ببینیم که چی چیزهای اینا آماده کردن به نمایش میگذارن. امرایی ما کنید. سلام، وقت هم بخیر. سلامت باشین، بخیر باشین. ما را همراهی بکنید، یک چیز جالب به نظرم خورد، بیاین با هم ببینیم. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدین به برنامه ساینس فری سال 2021. سلامت باشین. خب لطف بکنید نامتون را برام بگید. ندا شرف هستم، از مکتب دخترین شهر مزار شریف. برنامه شما فاطمه. خب کمی که در مورد چیزی که ساختین اگه برام معلومات بدین، چی ساختین، چی آماده کردین؟ پروژه ما خودش درباره تولید گاز است. شخص ما میتونیم از مواد ساده گاز تولید کنیم و گاز هم در بازار امروز که قیمت شده تقریبا 1 کیلو گاز به اندازه 100 افغانی است و ما تصمیم گرفتیم که یک چیز جور کنیم که همین مشکل مردم برطرف کنیم و این پروژه ما ای است. با آب و تیل یک بوتل، تقریبا یک بوتل نیم بوتل تیل داریم و آب هم داریم. اینا مولکول‌ها یکجا شده و گاز که امروز ما گاز میتان است ایرا تولید میکنه و این آلارم و این ماشین ماشین فشار است که با بالا اینا فشار میاره. پس خوب است اگر لطف بکنید برای ما نمایش بدین که چگونه این سیستمی که شما آماده کردین کار میکنه. ما وقتی که مثلا 200 افغانی پترول بخریم میتونیم 2000 افغانی گاز تولید کنیم و در این روزا که شما را میفهمین که قیمت گاز بلند رفته و اینا ما ایره برتون عملی کار میکنیم که چه رقم کار. یک لحظه قبل از اینکه روشن کنین، انشاءالله زمانی که شما روشن میکنم کدام مشکل برتون خلق نمیکنه، خدای نخواسته انفجار نکنه یا در نگیره. مطمئن باشین. ما فهیمه مفتحر، یکی از شاگردهای سنف دهم مکتب معارف افغان ترک، رئیس دخترانه مزار شریف و دوست ما. خب هدیه ستاری، متعلمه رئیس دخترانه مزار شریف.
کمی که لطف بکنی که شما چی آماده کردیم و چی را میخواییم روز به نمایش بگذاریم برمون؟ خب ما اینجا گروپ خون تشخیص میدیم و فقط خونشان را میگیریم، از سه قطره استفاده میکنیم و بالا این را مندازیم و از طریق تغییرات که در خون میاییم و گروپ خون تشخیص کرده میدیم و این سمپل هایی هست که متابال انجام دادیم. این سمپل هاست کی هست که تا روز انجام دادیم؟ مهمان هایی که اینجا آمدن و تا بالا استادای ما این نمیدن. اگر قرار باشه شما بخواین از من یک سمپل خون بگیرین ممکن است؟ بله. خوب است همین لحظه من حداقل بفهم که خونم تو مشکل نداشته باشه. بریم بزنم خای خونت تا نگیرن. پیچکاری یادم میاد باید بزنیم. بله. من به خاطر از پیچکاری میترسم. خب پیچکاری در دست میزنیم؟ بله. خب خوب است. خیلی دوستان شما شاید باشین که تا لحظات بعد اینو سمپل خون مرا میگیرن و ادمن برام نتیجه میگم. کمی که از پیچکاری میترسم ولی ببینم که انشالله که با مشکل خلق نکنه برام. وقت پیچکاری رسدن در این نقطه یک دونه یک قطره خون بانه، در این نقطه یک قطره و در این نقطه یک قطره. خب بس در چند دقیقه میتونی که تشخیص کنید؟ در یک دقیقه یا دو دقیقه میشه تشخیص. خوب است. خیلی به وقت شغل کنید بکنید. خیلی از که محکمتر بزنید. خب در A؟ بله در A یک نقطه بانید، نقطه بانید، دو؟ یک نقطه کم زیاد باشه. خب من که خون کم دارم خیلی چطور کنم؟ پس در A یک نقطه کم کم؟ ایجام کم؟ و در دیرم یک در دیرم تکمیل شد؟ بله اینال ای سی قطره ما یکیش انتی ایست در نقطه A انتی A را میمونیم یا قطره مندازیم. این قطره ما انتی بیسته در نقطه بی یا قطره از این میپرتیم. خب این انتی دیسته که در نقطه دی یا قطره از این میپرتیم. خب اینال اینا را مخلوط میکنیم. یک چند دقیقه صبر میکنیم که تغییرات میایه برای خون. خیلی تا نوز دوری دیگه بکن باز آماده میشه. بله آماده. انشالله کدام مشکل نداشته باشیم. بله ترسیده را هستم. نه میبینیم. خب دوستایی تا لحظه تو بعد آماده میشه نو برای من میگن که خون من چگونه است، چی مشکل داره و چی مشکل نداره. به حال اینجا میبینیم تعداد زیادی از خواهرام کدام چیز دیگه را آماده کردن. باش که با اینو معرفیشیم باز بخیر معلومات دیم. شما خودم معرفی بکنیم. سلام علیکم، نام من گلاله شاگرد هستم فیازی مکاتب افغان ترک هستم. و شما؟ سلام وقتان بخیر، فرشته رشیدی هستم از جمله شاگردان سنف 11 ها مکاتب افغان ترک بنیاد معرف. نماینده شما کیست که در این مورد بر ما صحبت بکنه؟ خودتان هستین یک کار تیمی از دیگه. خب ولایده سی علایده است. خب بسیار خوب، پس لطف بکنید کمی که در باره برام معلومات بدین که چی ساختین و چی فعالیت میکنن. پروژه رشد موی است که موی از بدن چخصه میانه از جلد بلند میره که وقت سلول های پروتینی باشه و با گردش خون یا سرکولیتری سیستم اینا برشان اکسیژن میرسه و باعث رشد موی میشه و وقتی که مراحل تایشان خلاص شد اینا میتونن وقتی که از بدن بر آمده موها میریزه و به قسم موی مرده گفته میشه. خب چقدر وقت زمان گرفت که شما میره تجربه کردین بالاخره این سیستم رو ساختین؟ تقریبا یک هفته. یک هفته؟ بله. و از کجا انگیزه گرفتین که چنین چیزی را ساختین؟ اگر کس از شما مشوره بگیره به خاطر که مریض داشته باشه حتما بهش مشوره داده میتونی؟ بله. خب بس من همکار پیش اومد من روان میکنم باز به خاطر که تغذیه خوب از بدنشون داشته باشن و اما قسم از نظر ژنتیکی و سن و سلامتشون هم موهایشون میباشن. از شما تشکر، موفق پیروز باشین و خیر باشین. تشکر دارم. اینجا ببینیم چی نوشته است. گو کرو کرونا اگر اشتباه نکنم. آی سانیتایزر هم تک نوشته است. آی سانیتایزر. من کمی که انگلیسی ما قدر خوب نیست. بله به خاطر ساختن این ماشین ما از موقعی که چندین سال است تمام جهان تحت تاثیر خود قرار داده از او الهام گرفتیم که کرونا ویروس که باعث از زدن خیلی از عزیزان ما شد و ما میخواهیم این ماشین در مکانهای عمومی بگذاریم، مثلا مکتب، اتاق مکتب، تا بتونه تمام شاگرد از این مستفید شود و ما میخواهیم که با استفاده از این ماشین ما این ویروس از بین بردن نمیتونیم، ولی ما خواستیم تا
کوچکترین کار در قسمت ویروس داشته باشیم تا باعث کاهش ویروس فقط میتونه که جلوگیری بکنه از ویروس کرونا. بله، این ماشین است که در داخل از سانیتایزر است و شما میتونه از سانیتایزر استفاده کنید که باعث از بین بردن میکروب میشه. چگونه کار میتونه؟ چگونه باید استفاده بکنم؟ باش که دوستان پیشتر اونو افگار که هنوزم خوندش استاد نشده. بر صورت ما یک قسم خب پایین فشار بتم. بس خب بسیار معقول، بسیار عالی. خب دوست باش که من کمه که دستان خواهد سنترازر بزنم و صحبت داره دوام میدیم. عزیزو، این ماشین به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا است. در این قسمت دست خود قرار میتین و این معمولا در مکاتب شفاخانه ها هر جایی که باشه گذاشته میشه. بسیار راحت دست خود بگذارین، کمی که فشار بتین و به دست سانیتایزر میایه و دست خود سانیتایزر بکنین، واسه مشکل کرونا رفع میشه. و گفتن که خون ما سمپلش آماده شده، پس بیاین که حال ببینیم بر ما چی میگن. گروپ خونتان میفهمیدین؟ نه میفهمین، راستش میگم. پس گروپ خونتان بیاره چه منفی است؟ بیاره چه منفی؟ بله، یک چند دقیقه تیر شد، ببینید تغییرات در خون آمده، در بخش بی آمده و در بخش دیام ایچ تغییر آمده، بیاره چه منفی؟ خب بسیار خوب، بله. گروپ خون ما بی ای چار؟ بیاره چه منفی؟ بیاره چه منفی است؟ بله. خیلی عالی، بسیار راحت در ظرف دو دقیقه فکر کنم کم بیش. بله، مثلا در جایی که امکانات نباشه مثل قریجات و چیزا از این زیاد استفاده میشه، به خاطر که اینجا شفاخانه و لابراتوارای پیشرفته نیست، از خاطر از این استفاده میشه باشه بسیار آرامی و آسانی میشه که گروه خونه تشخیص بده. سلامت باشین، قربانتون، بخیر باشین، شما هم پیروز، موفق و سربلند باشین. تشکر، شما هم چنین. سلامت باشین. عزیزا، شما خودتون دیدین چقدر سیستم های خوبی را اینو آماده کردن که هر کدامش یک هفته و 20 روز زمان گرفته به خاطر تشخیص خون و اینکه چطور میتونیم دست های خود سانیتایزر بکنیم و اونا در مورد اینکه موی ریزش نداشته باشه چگونه موی رشد میکنن برای اون معلومات دادن. باز هم سر میزنیم در جمع دیگه با اونو بینیم که اونا چی آماده کردن. سلام، وقت شما دمونم بخیر. ان شاء الله خوب هستین؟ شکر، ما خوب هستم. سلامت باشین. خب نامتون برام. نام میهن جمال است. میهن جمال، با شما؟ مدینه. خب مدینه جون، کمی که در مورد اون چیزی که شما آماده کرده اگر برام معلومات بدین، شما چی ساختین و امروز چی را بخیر به نمایش می‌گذارین؟ چیزی را که ما ساختیم مربوط هایدرولیک پاور میشه، یعنی انرژی که با آب میتونه حرکت کنه. مثلا این یک مایع است، این را میتونه بالا کنه. توسط آب البته، توسط مایع. بله، یا این را باز بسته کنه. مثلا ما میتونیم بزرگتر از این را بسازیم و دست ساختمان سازی چیزای گرنگتر از این را بالا کنه. یا مثلا کسایی که نمیتونه فلج هستن، یک چیز بسیار خوب است که این میتونه هم فرمان داشته باشه و یک چیز بالا و پایین کنه. یعنی نیاز به برق و وسایل سوخت نیست، توسط آب میتونیم کار انجام بدیم. بله، مهمتر از یعنی این چیز که ایره باعث میشه که فوق‌العاده معلوم شه و امی است که این به برق ارتباط نداره و فقط با مایع یعنی آب میتونه حرکت کنه. و مدین جان، خودتون چی آماده کردین؟ برف به توسط فشار آبی بلف بالا میره. مدینه جان، من حتما پیش دوباره زود برمیگردم و لحظات است که افتتاح میشه. ما یک بار اوجه سر بزنیم باز پیشتان میان. بسیار ببخشید. خب دوست عزیز، تا لحظات بعد افتتاح میشه این نمایشگاه، پس شما را هم دعوت میکنم که این نمایشگاه را از نزدیک ببینین. دوستان، خوشبختانه که رئیس معرفه جا پیدا کردیم، امروز در اشتراک کردن. خوب است که با اینم صحبت کنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ الحمدلله، شما خیرت است؟ قربونتون، سلامت باشین. خیر و موفق. خوب است که کمی که با شما معرفی شیم، اگر لطف بکنین. ما مولوی عبدالجلیل
رئیس معرف ولایت بلخ از طرف امارت اسلامی افغانستان هستیم. انشالله کاری در کار خود مصروف هستیم. امروز الحمدلله خوشبختانه که مثل دین روز واره در لیسه های افغان ترک شرکت میکنیم با رئیسش محترم صالح ساغر صاحب و با همراه شاگرده و استادش ملاقات میکنیم. الحمدلله خیلی خوش شدیم و چیزایی که دیدیم بخی برای ما تعجب آور بود. بله. خب همونطور شنیده میشد که بعض تغییرات در مضامین مکتب یا بعض قوانین میخواستن تازه وضع بکن، در این مورد چه معلومات داریم شما؟ بله، چون که سال نصف است، سر سال نیست و سر سالی که انشاءالله 141 است، 1401 امارت اسلامی افغانستان برای تمام مکاتب و مدارس نصاب داره که تقریبا چندین سال پیش تصویب شده بود از طرف شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان و انشاءالله در سال نو چیزی که ما او را درج کردیم در نصاب قبلی، چون که در نصاب قبلی برای تفسیر قرآن، برای تجوید قرآن، برای سیرت و به چیزا چندان توجه نشده بود و الحمدلله نصاب تعلیمی امارت اسلامی افغانستان که است مثل که به علوم عصری جای داده، بلکه قابل توجه، خیلی یادآور است که برای سیرت و برای قرآن کریم و برای ترجمهش، برای تجوید قرآن کریم هم جا داده شده است. آن تغییرات است در نصاب امارت اسلامی افغانستان و انشاءالله در سال نو کاملا در تمام مکاتب افغانستان انشاءالله تطبیق میشه. از پروژه نوتون اگر بر ما بگین چی پروژه روی دست دارین که در سال آینده میخواین را سرپا بکنین؟ خیلی یک پرسانی خوب کردین و چون که ما میخواستیم که دی برابر صحبت بکنیم. چندین روز میشه که ما با موسسه های یونیسف، حمایه اطفال، بعضی موسسه های دیگه بین المللی که است یا داخلی، ما کتی از اینا هر روز نشست داریم کتی یک موسسه یا دو موسسه که ترگرد تمام مکاتبی که از بعضش دیوالاش چپه شده، جنگ شده، مرمی خورده، دیگه کده بعضی تشنابه نداره، بعضی چوکی نداره، انشاءالله تمام مکاتب ولایت بلخ که 770 مکاتب است ایره زیر دست خود داریم و انشاءالله کوشش داریم که ایره به موسسه تقسیم بکنیم و هیچ مکتب خراب نمانه و هیچ مکتب معطل نمانه و به خاطر مدارس هم کوشش کردیم که بعضی موسسه ها بود که یا چاکند مرش یا تشنابه جور میکنیم، اینا را مکمل تفاهم نما کدش کردیم. انشاءالله اگر از ای پرودیگار بود تا با وسط توان خود در کوشش هستیم که به خیلی تطبیق شود. سلامت باشین، قربانتون، خیلی خوشحال شدیم. دوست بریم که بریم یک تو جال دیگه هم پیدا کردیم. سلام، وقتتون بخیر، انشاءالله خوب استین؟ سلام، نامتون برام بگوید؟ مروه نیرو هستم. مروه، شما؟ پردیس روشن زاده. خب بسیار خوب، اگر لطف بکنید کمی که در مورد آنچه که امروز آماده کردیم برماش بگذاریم، برما معلومات بتین. خب خوب است که نمی سطل شروع بکنیم. این سطل آشغال اتوماتیک می باشه که در محیط اگر ما این استفاده کنیم مردم باعث میشه که اونا انترستینگ شه، یعنی برایشان جالب شه که از این استفاده کنن و باعث میشه که کمتر آشغال سر زمین بندازه و بعد از یک مدتی به اونا مثل عادت میشه و عادت هم نمیشه به آسانی از بین برد و این باعث میشه زمین سازی است که یک محیط بهتر داشته باشیم. این کاملا اتوماتیک کار میکنه و فقط نیاز به باتری داره، خلاص. اگر لطف بکنید کمی که برای ما نمایش بدین که چگونه استفاده باید شوه. ما اول بختار کاری ما نیاز داریم این سنسور داره. سنسورش نیاز داره که شناسایی کنه که پیشروی اجسامی هست. وقتی که ببینه چنین چیزی هستش باز ما میتونیم راحت بندازیم و ما نیاز نداریم که دوباره ناراحت باشیم که این چه وقت بسته میکنیم، چون خودش خود به خود بسته میشه. اینا در مجموع برق از بطری چی استفاده میشه؟ از بطری استفاده میشه در بعضی مینی گیر سرو اولترا کامپیوتر در اینجا استفاده شده، اولترا کامپیتیبل و همچنان آردیو کام نا سوری اولترا سونیک مدل. ببخشین، خیلی است، دوباره ببینم، از اول میگم، مینی گیر سرو
Ultrasonic model and also Arduino compatible و همچنین یک LED داره که در اونجا استفاده میشه و بعضی چیزای جالبی است که نیاز به نام بردن نیست و مهمترین چیزش باتری میباشه که از اون استفاده میکنیم ما. از کجا انگیزه گرفتین که چنین چیزی را آماده بکنین و بسازین شما؟ به خاطر اینکه بیشتر روزا در این وقت ما مصروف میباشیم و وقتی میخوایم چیزی را بندازیم وقتش نمیشه یا دست ما پر است که او را باز کنیم یا بندازیم. به خاطر همین ما به همچین چیزی فکر کردیم که توسط سنسوری خودش اتوماتیک باز شوه و بعد همچنان بر ما راحت بشه قرار بندازیم و این واقعا باعث میشه که جامعه ما پیشرفت کنه. اگه ما میخوایم داخل یک محیط پیشرفته زندگی کنیم نیاز داریم از جای خود شروع کنیم. سلامت باشین. بخیر باشین. همچنان تشکر. و شما چی اومده کردین اگر شما بر ما لطف کنید ببین؟ یعنی میتونه آینه را تشخیص بده که آینه است. آینه تشخیص میده و کاربرد چم است در مرد دیگه جنایی کار میه که میتونن به خاطر ماینه پیدا کنن و اسلحه و چیزا استفاده شن. کمی که بر ما نشان میتونید چگونه استفاده میکنید استفاده میشه؟ اخصم میتونم آینه تشخیص بده. صدا میتن و میتونن از زیر خاک هم تشخیص بدن و آینه میتونن در مجموع وسایل آهنی را دیگر تشخیص میتن. بله تشکر و خیر باشین. دوستو شما خود دیدین واقعا خیلی چیزای جالب ساختن یا تمامش کار دستی خودشون از خودش اینا را اختراع کردن از ذهن خود و هر کدامش سوژه داره که چرا چنین چیز را آماده کردن و براتون توضیحات دادن و اینجا هم چیز زیاد جالب دیده میشه. سلام وقت همه ایتون بخیر. سلام وقت بخیر. نامم هدی عزیزی است. ما یک پاوربانک جور کردیم آماده کردیم و اینجا شما میبینین بدون هیچ نوالین برای این کار میته باشین براتون کار کنم که ببینیم چون استفاده میشه. آها USB را کدهی تیر کردیم. حالا میبینین که چارج میتا آره بدون هیچ نوا برق ای یک پاور بانک است که هر جا ما میتونیم میره امره خود ببریم. باز امی خود پاور بانک چگونه ما چارج بکنیم؟ این بطری استفاده میکنیم یا در برق استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم وقت که بطریش خلاص شد یعنی هیچ کار نداد ما میتونیم پوزیش عوض کنیم. و اینجا یک دونه دروم دیدم اگر اشتباه نکنم بیام از ساخت خود شماسته؟ بله ها اینا یک درون هستن. ما بالای ازی خیلی کار کردیم در بخش رباتیک و قسم که شما میبینین ماده ای از موتور استفاده کردیم و همچنان بعض از وسایل دیگر. اما خودتون میفهمین که رباتیک ای چیزا خیلی وقت کار دارن تا که ما ایره چند بار ترای کنیم امتحان کنیم تا ای که کار بدن و ایره برتان روشن میکنم. چارج مانده میشه در اینجیش بطری استم چارج میمانیم و همچنان این دستش هسته که جور کردیم دستی کنترل میشه. بله ها اما گفتم بسیار باید ایر امتحان کنیم تا که پرواز کنه اما شور میخورن صبر. نه تا نوز این پروژه تکمیل نشد دیگه هنوز هم زیر کار است. خیلی کم کارش مانده. میبینین شور میخوره اما پرواز نمیتونه چون که وزنش بسیار زیاد است. باید سر از این پروگرام سازی کنیم پروگرام بسازیم تا که این چی کنم پرواز کده بتونه و همچنان سبک شوه. تشکر سلامت باشین پیروز و موفق باشین. بخیر تشکر از شما قربانتون. و واقعا خیلی زیاد چیزا ساختن اگر ما تمام روز گزارش بگیریم شاید هنوزم فرصت کم باشه. من خوب است با خواهرم صحبت میکنیم. شما چی اومده کردن اگر لطف بکنید برام بگین از کارتون؟ سلام من نجیبه نجفی زاده هستم و امروز یک ماشین قطع کننده ساختیم که میتونه در جای قیچی هم به کار بره. مثلا نقصه میتونه که ورقه قطع کنه. ماشین قطع کننده به خاطر چی استفاده میشه معمولا به خاطر چی استفاده جور کردین؟ این به خاطر قطع کردن و قیچی کردن ورقه استفاده میشه که در این پل بیتری و همچنان دی سی موتور یا داینامو به کار رفته. پس اگر ما قرار باشه زیر بزرگ شب بسازیم استاندارد بود میتونیم کارتمش قیچی بکنیم؟ اگر استاندارد شب بسازیم شاید بتونه که کارتن و یا چوب قطع کنه. بخیر باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. دوستو عزیز واقعا هم زیاد چیزها ساختن. خوب است شما یک دوره بزنیم و باز دوباره زود برمیگردم شما اول ببینی که چی چیزها ساختن و اینجا هم یک چیز سار جالب دیدن میشه. خوب است بین با خواهرم صحبت بکنیم. سلام.
سلام. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. شکر. من مسلمه مجده هستم، متعلم صنف 9 بی از مکاتب معارف افغان ترک مزار شریف. خب مجده جان، خودتون چی ساختین و این چی است برام اگر معلومات بدید؟ از برق بادی کردیم که میتونیم توسط ازی به شکل بسیار ساده برق بادی درست کنیم. در ابتدا میخوام برق براتون تعریف کنم. برق عبارت از جریان الکترون ها در هادی یا وسایل است که برق را هدایت میکنند. پس ما که میفهمیم افغانستان یک کشور است که از خارج برق صادر میکنه و برق وارد کشور ما میشه. اگر در قسمت های خصوصا در شهر هرات ما خیلی بادهای موسمی وجود داره، اگر ما این را بسازیم میتونیم خود ما برق تولید کنیم به شکل بسیار ساده. و یک خوبی از دیگام است که برق طبیعی است، یعنی هیچ کدام ضرر به محیط زیست نمیرسانه و هیچ وقت باد تمامی نداره. قسمت خودتان میفهمید. خب ما این را توسط یک چرخه و توسط یک میله وصل شده به این چرخه بزرگ و توسط تسمه به چرخه کوچک و داینامو. چرخه بزرگ به خاطر گرفتیم چون فایده میخانیکیش زیاد میشه. فایده میخانیکی به این معنا که با قوی بسیار کم ما میتونیم انرژی زیاد را به وجود بیاریم و چون باد فعلا نیست، من خودم میرم میچرخونم اینجا. گروپ چالان میشه اگر ببینین، گروپ چالان میشه. تا هنوز خروشن نشدد من که شاید چون خیلی روشنی است معلوم نمیشه درست. گروپش چوچگک است. این معمولا توسط باد استفاده میشه و میتونیم امیره به آب هم استفاده کنیم. وقتی که آب وارد از پرا میشه، پرا رو میچرخانه و باعث میشه داینامو بچرخه و برق تولید شود. چقدر وقت زمان گرفت که شما می دستگاه را ساختین یا این مفکر در ذهنتان آمد؟ وقت زیاد را گفت. قسمی که می بینین تمامش نظری خودمون بود، از روی کدام چیز دگام نگرفتیم، فقط این را گرفتیم که باید داینامو بچرخه و گروپ چالان کنه. پرش راست شب بگویم 3 بار پرش درست کردیم. 3 بار، یعنی 3 پره درست کردم. بالاخره ایست شدم روش و اینا را ما داینامو را مستقیم با پره وصل نکردم، چون اگر او قسم میکردم نمیتونستم درست فهمانده بتانمش. به می خاطر ما این را جدا جدا کردیم تا سطح یک تسمه چرخش میتونم. اینجا خودتان میفهمین که از سیستم چرخ هم استفاده شده، که سیستم چرخ یک بخش مهم فیزیک است و ما سیستم چرخ در زندگی روزمره نشان دادیم. و هدف ما از این پروژه ای است که این خودش یک راه حل است برای مردم ما تا بتوانن خودشان برق تولید کنند و ما میتونیم از این طریق خودکفا شویم. خودتان که میفهمین سالانه چقدر پول میتیم و از منابع طبیعی خود استفاده نمی کنیم. اگر ما امی پروژه را بزرگش را بسازیم، میتونیم خانه های مردم را روشن کنیم و یک منبعی است که تقریبا مفت است. تشکر، سلامت باشین. با امید که یک روز بخیر پروژه‌تون عملی شود و بتونیم شهر مزار شریف خودکفا بسازیم و خودمون برق داشته باشیم. تشکر از شما. بخیر باشین. دوستان، خدا تمام بانوهای قهرمان چیزهای زیاد ساختن و تمامش کاربردهای خیلی خوب داره. خوب از بین با این خواهر ما صحبت میکنیم. خب این را برخوردن ماندین یا این هم جایزه است؟ خب چی کار باید بکنم که من جایزه بگیرم؟ خب بیاین اول خودم معرفی بکنیم. نام من نجوا سایس است و من اپلیکیشن یک گیم ساختیم در سکرچ، نامش کچر است و گیم من قسم است که توپ از بالا پایین میفته و شما باید را بگیرین بی توپا. اگر تانستین 20 توپا بگیرین بود جایزه. و بعد بختانه که من هیچ گیم بازی نکردم، ولی خوب است به خاطر که شما را ساختین مطمئن یک بازی میکنم. خیر است اگر برنده نشون برام بیسکیت بتین. سایس بدیشم. اینا عزیزا شروع میشن. خب از کجا کنترل میشه؟ خیلی خوب است شما یک بازی که من بینو یاد بگیرم باز من بازی میکنم. ساده است. فقط اینه قسم کنترل میکنیم تا که توپ بگیرم. بقسم اگر میخواین بازی کنم مطمئن بازی میکنم باز اگر برنده هم نشد من ساد من جایزی خودم میگیرم. دوست عزیز، چقدر گیم دوست داشتنی اومده کردیم خوهر ما. من آل بازی میکنم و امیدوار هستم که برنده شما بتوانم بیسکیت بگیرم. خب حال شروع شد؟ بله شروع. تعداد زیادی خانواده هم آمدند
و از این پروژه ها دیدن میکنن و یک خانواده رو پیدا کرده بریم با اینا صحبت میکنیم. سلام علیکم، وقت بخیر. سلام به شما، وقت شما بخیر. خوب هستید؟ سلام. سلام به شما، سلامت باشین. بن خدا معرفی بکنیم. نام من عبدالصمد آریا هست، استاد دانشگاه کردستان. آریا عزیز، امروز چطور که هوایی آمد آمدین به این نمایشگاه و از این نمایشگاه دیدن بکنیم؟ یکی از برادرزاده ما خوشبختانه که چانس یاری کرده و فرصت برش مهیا شده و آمده که در این مکتب افغان‌ترک وصل شده و ادامه تحصیل میکنه و امروز یک ساینس فیر یا یک بخشی از ساینس که اینا دانشجو خلاقیت از خود نشان میدادن که چیزایی که در خانه میسازن و بیا اونا را بر نمایش بگذارن و ما به خاطر تشویق برادرزاده خود ما و تشویق خانواده های دیگه آمدیم، سر زدیم به این مکتب و گفتیم از کار کرده از اینا دیدن کنیم که منجر به خوشنودی از اونا هم شد. پروپرانتون سلامت باشین. و از این پروژه که شما در یه دیدن کردین، کدام پروژه زیاد به نظرتان جالب بود و خیلی خوشتان آمد بارشان؟ پروژه ها در کل در هر حوزه، هر کدامش در هر بخشی که ما نگاه کنیم همون خوبی های خود خدا یا مزه های خود خدا دارن. و یک چیزی که از من صادقانه خوش آمد که به این خاطر که ما در قلت نبود آب مواجه هستیم، یک دختر خانم، یک دانشجوی نمیفهم که صنف چند هستن، اونا یک خلاقیت نشان دادن که توانستن که از یک امکانات بسیار کوچک توانستن که یک فلتر از آب بسازن که آب به گونه پاکتر و شفافتر بر ما چی کنه؟ تولید کنه و یک خیلی یک چانس خوب بر خود خانواده هسته که میتونه کمک کنه. و در ضمن یک خانواده دیگه یک چیز دیگه رو ساختن که میتونستن با یک امکانات کوچک خود خودم گاز بسازن که در مدت عمود اشتوب میگن شد چی میگن ما دو وزی چی کنیم کار بگیریم و یا استفاده کنیم. اما در کل خلاقیت همگیشون در خور ستایش است. بانوتون امروز به پشتیبانی برادرزاده جا آمدین و تعداد زیاد خانواده هستن که بعد از تحولات اجازه نمیتن که دختر خانمشون به مکتب برن، پنتون برن. پیامشون برای خانواده ها چی است؟ پیام ما برای خانواده اینا نگه که آدم اول خود امید ما صد درود میفرستم به اون خانواده هایی که تانستن اینجا تشریف آوردن و مبارزه کردن. اما اگر در خانه نشستن و آدم هراس کنه و ایام یک رای حل نیستن، بالاخره از اینکه ما یک مقوله پیش خودم دارم میمید زی که در بیرون از جنگ باشیم در درون جنگ باشیم بهتر است. ما برای نایی رو میگم که اگر فرصت برشان مایاز اما خرد خودشان برشان اجازه میدن و یک دفعه داخل می کارزار شن بیان وضعیت از بیرون ببینن، ما میفهمیم که وضعیت قدر خوشایند نیستن، اما سرانجام دیگه بدیل دری وجود ندارن. از این خاطر که امو گپ چکوارا میگه که بزرگترین انتقام از زندگی است ما خوشنود باشیم. بیا بیرو بیا فضای دیگر میبینه، محیط دیگر میبینه، مردم دیگر میبینه، یک رژیم دیگر میبینه. خواه مخواه ما میخواییم که مسئولیت نه در خانه است و نه در بیرون یک سری بزنن و منجر به تشویق خانواده هاش بهتر میشه. قربانتون سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم که شما قدر پشتیبانی میکنین از بانوها به خصوص برادرزاده تان. موفق پیروز باشین. تشکر از شما. سلامت. تشکر از شما. برای شما هم بخیر. سلامت. دوستان امروز شما را با یکی از کسایی که امیر پروژه را برگزاری کرده رئیس افغان ترک هستم بین با اینا صحبت میکنیم، با اینا معرفی میشیم و در مورد پروژه که امروز است و چی پروژه دیگه پیش رو دارن حتما معلومات بیشتر براتون میگن. السلام علیکم. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ تشکر. خوب بس شما ترجمان هستین. خب اول میشه که خود برام معرفی بکنن. بیزی تان تا بیدیم سنید کندیزی ترکیه معرف وقف افغانستان ملکه تمسیجیسی. اسمیم سالی ساغر. سالی ساغر رئیس بنیاد معارف ترکیه در افغانستان. خب آقای ساغر، میشه که کمک معلومات در مورد پروژه امروز یا همین نمایشگاه که امروز برگزار کردن برای معلومات بده؟ بیزی بیلگی بری میدونیسیمز بو بیلیم شنلیلی گیلی؟ Bilim şenliğini yapmakta 3 tane hedefimiz var. Bu bilim şenliğine 40'tan fazla proje katılmış oldu. Bunlardan ilki elbette öğrencilerimizin sınıfta öğrenmiş olduğu teorik bilgileri pratik hale getirmesi. İkincisi, okulumuzun bu anlamda fenli ilimlerde de kendisini ispatladığını göstermemiz. Elbette üçüncüsü de bütün ailelerimizle birlikte, velilerimizle birlikte bu projeyi hayata açmak, onlarla birlikte olmayı sağlamak. Bu 3 hedefi gerçekleştirmek üzere bu 40 projeyi uyguluyoruz şu anda. امروز شما شاهد برگزاری و رونمایی 40 پروژه در اینجا هستید که سه هدف اساسی داره. یکی که
شاگردا دستن چیات میگیرن در عالم تجربی ببینن. دو ای که بلاز ساینسی ما جایگاه مکاتب خود نشان میدیم، سه ای که با خانواده ها یک جا ما ایره مشاهده میکنیم تا بتانیم که همین پروژه هایی که خوانده میشه او در زندگی اجتماعی، در زندگی فنی مشمول چه جایگاهی داره، او را برای مردم و به خودمون نشان بدیم. همین سه هدف اساسی داره. و پروژه های بعدی، پلان های بعدی شما چی است؟ Neler yapmayı düşünüyorsunuz? İleri dönük planlarınız nelerdir? Türkiye Maarif Vakfı'nın bütün dünyada ülke okulları var ama Afganistan'daki okullar bizim için çok daha müşahhas, çok daha özel bir konumda. Özellikle bugün Afganistan'ın eğitime daha fazla ihtiyacı var. Biz Afganistan'da mesleki eğitim konusunda okulların açılmasını, daha fazla açılmasını istiyoruz. Elbette mevcut okullarımızın kalitesini artırmak istiyoruz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz Afganistan'ın daha fazla eğitimci, daha fazla öğretmen ve bu çocukların yüksek öğrenim daha başarılı olmasını arzu ediyoruz. Şuma müdenin ki Bünyada Muharif Türkiye Nehadi Beynel Milelişti. Bu da sert asarı cihan kıdamatı talimi ve terbiyevi dara. Vali Cahigay Afganistan'ın benim muhemmez. و جایگاه ویژه‌ای داره. این چند مورد، یکی هم بس نزدیکی ما با این مردم است و دومی که فعلا در اینجا ضرورت از همه وقت که بیشتر احتیاج میشه. نسبت به آینده برنامه های ما اولا ارتقای ظرفیت و بلند بردن کیفیت مکاتب موجود، ظرفیت های موجودی ما، و دوما ایجاد تنوع متنوع سازی مکاتب، از جمله ایجاد مکاتب مسلکی که بیشتر در این وطن فعلا ضرورت است. در همین حد خدمتتون هستم. خب چقدر میتونه نمایشگاه کمک بکنه برای خانواده که اونها اجازه بدن دخترای خود را به اندش بخوان به مکاتب مراجعه بکنن؟ بیر کز öğrencilerin okula gitmeme durumu söz konusudur Afganistan genelinde. Bu öğrenci, bu bilim şenlikleri, bu tür faaliyetler ailelerin ikna etme konusunda ya ne bileyim bu sıkıntının giderilebilmek konusunda sizce etkili olur mu, yardımcı olur mu? Ben açıkçası şunu söylemek isterim. Biz Mezar-ı Şerif'te, Şivirgan'a bu bölgede kızların okula gitmesi konusunda hiçbir zorluk yaşamadık. Engelle de karşılaşmadık. Aksine son dönemde okulların hızlı bir şekilde açılmasına ve kız okullarının açılmasına bu bölgede çok kolaylık sağlamış oldu. Ben okullarla ilgili, kız okullarıyla ilgili bir zorluk yaşanacağını düşünmüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hem yapmış olduğumuz bakanlık düzeyindeki görüşmeler, hem il marif müdürlükleriyle yapmış olduğumuz görüşmeler, teknik şartların hazırlandıktan, düzenlendikten sonra okulların daha yoğun bir şekilde, daha güzel bir şekilde açılmasına yönelik görüşmeler yapıyoruz. Bu konuda sonuna kadar destek vereceğimizi de söylüyoruz. Diğer taraftan biz tabii ki eğitim olarak bir insanların zihinlerinde yeni bir ufuk açmaya çalışıyoruz. Bir ümit var olmaya çalışıyoruz. Tabii bu faaliyetleri bunun için görebiliriz. Biraz önce zaten burada Belh Vilayeti Eğitim Müdürü de buradaydı. Dün valiyi ziyaret ettik. Valimizi, vali de aynı şekilde desteklerini ilettiler. Dolayısıyla kızların okula gitmesi konusunda oluşan bir algı var. Bu inşallah ileriki dönemler daha da güzel bir hale gelecektir. Daha pozitif bir gündeme dönüşecektir. ما به عنوان مسئولین حوزه تعلیم و تربیت تا جایی که ملاقاتایی که داشتیم، نشست برخاستایی که داشتیم، برداشت ما این بود که در بحث تعلیم و تربیت مشکلات فقط در حد مسائل تکنیکی است. در حد کلان ممانعت نسبت به رفتن دخترها به مکتب وجود نداره. فعلا در شبرقان، مزار شریف شما شاهد رفتن دخترها به مکتب هستید. ما فکر می‌کنیم در آینده نزدیک در دیگر ولایت‌ها هم این فرصت ایجاد خواهد شد. طبعا که ما به عنوان یک نهاد تعلیمی میخواییم که افق جدید برای شاگردان ایجاد بکنیم و او طبعا که در چارچوب اینمی نمایشگاه ساینسی و علمی مثلا این میتونه که زمین سازی تشویق اینا را بیشتر مهیا بسازه. در بحث کلان در قسمت نرفتن یا اجازه ندادن دخترها به مکتب مشکل جدی وجود نداره. همونطوری که امروز شما در جریان بودین، رئیس معارف شهر کابل، شهر مزار شریف و همچنان والی بلخ، هر دو دیروز ما ملاقات داشتیم. اینا گفتن که مشکل تکنیکی است و ان شاءالله که به نزدیکترین فرصت این موارد برداشته میشه و این مشکلات حل میشه و مردم به مکتب میرن. یک سوال جدا از برنامه امروز ما، مزار شریف کجا چکر رفتن و کدام غذای مزار شریف را زیاد خوش دارم یا دوستان که استفاده بکنم؟ özel bir soru soracağım. Mezar Şerif'in nerelerini gezdiniz ve hangi yemeklerini tad olarak sevdiniz? Evet, Mezar-ı Şerif'te tabii Mezar-ı Şerif'in şerefli mezarı gördük. Hazreti Ali'nin mezarını gördük.
Onun dışında dün Belhli'ydik. Hazreti Mevlana'nın kabrini gördüm. Tabii bolani'yi çok seviyorum. Bu sabah da yedik. Ama özellikle Mezar-ı Şerif'in kuzeyin yemekleri hakikaten hem bizim kültürümüze de çok yakın. Çok lezzetli yemekler. Yani beğenmediğim yemek yok, onu söyleyebilirim. Ama etiniz de çok güzel. Her şey çok güzel, yani çok mutluyuz burada. Tabii ki Mezar-ı Şerif evvel bu ziyaret veya mekberi bu şerefi Hazreti Ali radıyallahu anh'u ki ucara muhareftim dedim. و دیگه محل تولد مرد بزرگ مولانا بلخ ما دیروز رفتیم دیدیم و همسال اون جاهای دیگه ایرم دیدیم. در قسمت تنوع غذایی راستی همه چیز مزار و سمت شمال خوب است و برای ما بسیار نزدیک است. مثلا گوشت بسیار بامزه دارین شما، بسیار خوشمزه است گوشت. دیگه ای صبح که برای ما بلونی آوردن، بلونی اینجا هم خوشم اومد، بلونی پالک بسیار بامزه بود. یعنی عموما غذایی نیست که اینجا ما ترجیح نتون، همه غذا را خوش دارم و همه غذا با ما بسیار نزدیک است. سلامت باشین، قربانتون موفق پیروز باشین. تشکر. تشکر. سلامت باشین. تشکر. قربانت. قربانتون سلامت باشین. تا دیدار بعد، خداوند یار و مددگارتون. صفحه فیسبوک من لایک بکنین، یوتیوب هم سابسکرایب بکنین و زنگوله را فشار بدین. خداوند یار و مددگارتون. شاد، موفق، پیروز باشین.